درسته. الان ما باید این کار بکنیم، ما باید این سیستم رو به وجود بیاریم که هیچ حکومتی در آینده نتونه به هیچ ایرانی هیچ تعدی بکنه. پس ما باید قدرت رو به وجود بیاریم. و بعد میخوام با شما خودم تبریک بگم جناب دلدار. اگه یادتون باشه نمیدونم اون زمانی که آقای چیز شهردار اومده بود اینجا، من اصلا یه بور احساس کردم که شاید اون زمان ها نمیدونستم لابی های رژیم پشت اون تظاهرات باشن. جا موقع زنگ دادم جناب شهردار مواظب لابی رژیم باش. بله. و بعد ما دیدیم که بله لابی رژیم بودن و توی واشنگتن لابی های رژیم بودن که میرفتن به پلیس میگفتن اینا پرچم آوردن. آها. خب پس ما باید خودمون رو قوی بکنیم که اینها رو نابودشون بکنیم. و باور کنید باعث شرمه، باعث شرمه برای ما ایرانی ها که میذاریم این لابی های رژیم بیان تو دانشگاه ها سخنرانی بکنن. و همینجا یه چیز دارم به هموطنانی که توی کارهای تخصصی هستن، تو هستن، تو کارهای مهندسی هستن، تو کارهای آیتی هستن. هموطن عزیز من، شما میدونی که این رژیم خونخواره، میدونی که این رژیم داره هر روز آدم میکشه، میدونی که فحشات وجود داره توی مملکت، میدونی که فقر وجود داره، میدونی که تمام مملکت رو داره نابود میکنه. آیا به خاطر چه نرواز که فقط یه پولی جمع بکنی میری با اینا همکاری میکنی که بیشتر بتونن بکشن؟ ای شیمان، ای شرم بر تو باد که به خاطر پول هموطن رو میکشی، کمک میکنی به اینا که هموطن رو بکشن و شکنجه بکنن. تو خودت یه درس انسانیت به بچت میدی، ولی خودت غیر انسانی، بر علیه انسان ها هستی. فقط به خاطر پول، یعنی که مثلا بخوای یه کمپانی انسان به وجود بیاری از این کار میکنی. در صورت ما باید اینا رو افشا کنیم جناب دلدار، نباید بذاریم که اینا آزاره تو دانشگاه های مصطبت کنن. باید آبروی اینا رو ببریم. همین لابی و اقوام اونه که میشناسن اینا رو باید بیان اینا رو افشا کنن. باید یه روی لاینا بگن، تلویزیون بگن که کی لابی میکنه برای ایران. شما بیشتر اینا رو بشناسیم و خلاص آبروش رو ببریم. یک جانه ممنون قربان. خواهش شما هستم، تمنه مرامم هستید. به من یاد داشتم راجع به دونیشن به تلویزیون آپادانا، طرفدارای آپادانا میتونید به سایت آپادانا تیوی که مشاهده میفرمایید، آپادانا تیوی دات نت برید اونجا و طریق پیپال با کردیت کارت دونیشن به آپادانا بدید، کمک به آپادانا بکنید. ما عرض کردم که الان که دارم با تون صحبت کنم ما $4,000 برای بودجه این ماهمون کم داریم، بنابراین پر مقدار که بتونید شما کمک بکنید به دو سایت خیلی جالبه، یا پست کنید یا تلفن بزنید کریدیت کارت بدید فرق میکنه، موثره. و این $4,000 رو ما باید هر چیز زودتر به اصطلاح مطمئن بشیم که داریمش، مخصوصا که یه پیمنتون 15 همین ماه 15 همه و یه پیمنت اساسی که $4,000 نباشه اصلا هیچ چیزی کارو به هم میخوره. یعنی که تماس بگیرید یا که به روی سایت آپادانا تیوی دات نت و این $4,000 رو خودتون خانمانه و مردانه تامین بکنید. مرسی. $4,000 هم نمیگیم، $4,000. سلام عرض کردم قربان. سلام عرض کردم. قربونتون برم. من درود بر جناب علی. اول میخواستم تشکر کنم از برنامه خوب تو. بعد هم شما خیلی من امیدوار میکنی، این امید داشته باشه در ثبوت ایشالا که اینجوری باشه. ولی من وقتی که شاه رفت دیدم این میلیون ها میلیون ها ریختم تو خیابونی که مجاهدین خلق بود، اونی که توده‌ای بود، اونی که کمونیست بود، همه میگفتن شاه بره، ریختم تو خیابون. ولی حالا میبینم میریدن تو خیابون، ولی به اون عده نمیبینم. حالا چون که بیشتر مردم اسلام و مسلمان هم، من میگم از لحاظ دین هم که شده نمیخوام بریدن تو خیابون، میگم میخوام اسلام رو نگه داریم. ایشالا که اینجوری نباشه. حالا نمیدونم شما خلاصه خیلی امیدوار میشم بعدت بشم من میکنم گوش میدم به شما. ایشالا اینا یه لطفی کنید به من یه ذره اطمینان بده که چرا اون با اونا کجا رفته، اون توده یا کمونیست ها جمهوری خلق، همه میگفتن شاه بره شاه برش. خوب حالا شاه رفت، ببین حالا تو خیامش که نمیدونم جوانا رو میبینم و میکشن بیچاره ها رو.
این تشریفی که قربون روت بود قربون برم تشکر میکنم از محبتتون مرسی عزیز اسمتون قشنگه هم فامیل قربون برم قربون برم مخلصت هم قربون قربون برم ببین میشه اون زمان ها اون روز روزگارای تشکیلاتی بود که این تشکیلات غربی ها و شرقی ها همه حمایت میکردن. یک مسابقه شده بود علیه فساد دربار شاه و مد روز شده بود بر غربی ها، روشنفکرهای غربی و مبارزین شرقی مثل کشورهای سوسیالیستی کمونیستی، همه در یک مسئله متحد شده بودن، نابودی حکومت پهلوی به صورت یک ائتلاف اعلام نشده بود. روزنامه آمریکایی همون فاش نمیدیدش که مثلا فلان روزنامه در برلین شرقی به شاه میداد یا در رومانی به شاه میدادن یا در بلغارستان مثلا میدادن. کنفدراسیون همون حرفی نمیزد. بعد کنفدراسیونی که نگاه کنید که به قول شما از چپ 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 تا ملی 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 چجوری در کنار هم جمع شده بودن، اینم داستانی داره، اینم داستانی داره. فکر بفرمایید که خودشون شاه به به اروپا سفر کرد، به آلمان، در تظاهرات در آلمان غربی علیه شاه برگزار کردن و خود به اصطلاح یک پلیس کمونیست آلمان غربی که در واقع در آلمان غربی کمونیست نبود دیگه، ولی که اون پلیس یه پلیسی که به ظاهر مأمور کمونیستا بود ولی که مأمور مخفی بود، نمیشناختن که این کمونیسته، در لباس پلیس آلمان غربی با دستور حزب کمونیست آلمان شرقی یه دانشجو آلمان غربی رو کشتن و بعد هر ساله به مناسبت چه شورش تو اروپا شد علیه شاه، چون دانشجو اعتراض کرد شاه اومده اونجا، دانشجو آلمانی هر جرف شاه اعتراض بود و بعد هر سال مراسم سالگرد اون دانشجو رو برگزار میکرد و فحش میدادن به شاه. یک ائتلاف جهانی بود برای نابودی شاه. و بعد در یه زمانی این رسید به ایران و ایران هم همینطور که شما میفرمایید روز آخر اونجوری که شما جمعیتی میدیدید، نمیدونم شما، من خودم اصلا من یادم، مثلا من دفعه اول که دیدم واقعا 15 16 نفر آدم بودم تو خیابون، سر پل تجریش بودم، اون ور پل یه سری 15 16 افتاد بیزن استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو فرار کردن. یه دفعه من همون یه شب بعدش من در رستوران چاتانگا بودم چون تلویزیون کار میکردم، شب که کار تموم شد اونجا شام بخوریم، بعضی شبا داشتم اونجا شام می‌خوردم، یه سری همون 15 نفر اون ور چاتانگا داشتن رد می‌شدن، سنگ پر کردن و داد زن، سنگار زن شکستن، دو سه تاشو در رفتن و فریاد می‌زدن استقلال آزادی جمهوری اسلامی. کوچولو بود تعدادا، یا تو رفته بعد یواش 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 اینا انسجام گرفت، یه دفعه بزرگ شد. اسلام هم از بین نمیره عزیز من، اسلام قرار نیست از بین بره. اسلام مگه اینا تا نگرش داشتن؟ اسلام خودش خودشو نگه می‌داره. مگه یهودیت و خاخام ها یه ربای یهودی نگرش داشتن؟ یا مثلا کریستیانیتی مسیحیت رو مگه کشیشا نگه داشتن؟ اینه که جز لطمه زدن به دین کار دیگه ای نکردن که. ادیان خودشون نگه میدارن و مردم ایران هم مطمئن باشید اگر بدونن که آدم های صالح اومده با کمک روحانیان خوبشون، با کمک روحانیان متحدشون بلند میشن انقلاب میکنن و این فاسدها و اینا که جز ضرر به ملت و به امت و به دین و به هستی و نیستی کار دیگه جز لطمه ضرر نداشتن، اینا رو جاروشون میکنن. و من به شما این قول میدم، این نوید میدم که حرکاتی که من تو ایران دارم میبینم حرکات به سمت نابودی این حکومته. حالا امیدوار باشید شبا خوب بخوابید، با روحیه بخوابید و مهمتر از همین حرفی که دوست قبلیمون زد، در مقابل مزدورای رژیم، در مقابل عوامل، در مقابل جیرخوارای رژیم، چه داخل کشور چه خارج از کشور، با استواری بایستید، با استواری بایستید. اصلا کوچکترین تزلزلی در خودتون راه ندید، نترسید، نترسید که ما میخوام بریم ایران چه بلا نکنه بفهم بابا انقدر رژیم گرفتاری شما برید ایران که نمیدونید شما کجا بودید.
فکر کنید دونه دونه تون میره تو فلان تظاهرات دادی انقدر سیستم اینا درسته، اصلا خبری نیست، اصلا چنین چیزایی نیست، انقدر نترسید.